سلام بچه ها، چطورید؟ من دوزم، خوش اومدید به ویدیو جدید از من. آقا یه مسابقه هست به اسم American Ninja Warrior. این مسابقه یه سری مراحل سخت داره که شرکت کننده ها باید این مراحل رو طی بکنن و به آخر برسن تا بتونن برن مرحله بعدی. حالا از قضا کشور ما ایران هم اومده یه مسابقه ساخته به اسم خودشون، یعنی مسابقه قهرمان، که یه جورایی همون مسابقه نینجا واریره ورژن ایرانیش. با همون آیتما ایده برداری کردم، به همون سختی من توی مسابقه شرکت کردم. الانم مرحله مقدماتیه و اینکه اگه بتونم برم به مرحله نیمه نهایی، پلن دارم که برم روی استیج گرافیتی بذارم و یعنی همون با اسپری نقاشی بکشم. یه ایده هایی دارم تو ذهنم، هنوز کامل نمیدونم میخوام چی کار کنم، اما این پلن رو دارم، البته اگه بهم اجازهشو بدن. بیشتر از این منتظرتون نذارم، بریم ببینیم که من تو مسابقه میخوام چی کار کنم. برو بریم. آماده علی جان؟ با تمرکز، با شمارش من 3 2 1. سبک وزن رو من فکر میکنم که چون دقیقا اینجا وزن سبک میکنم، هم خود تاپ میکنه هم ساره. اینجا واقعا وزن تاثیر داره، واقعا وزن تاثیر داره. به نظرم خیلی رفت، من گفتم واقعا وزن میتونه خیلی تاثیر داشته باشه. عزیزم ببین پدر چی کار میکنه. این سه باری کلم من فکرم حواسم نبود که خب این دید رو دارم، فکرم نقل داشت بوده به چون مرحله رو خفته. رسید به دار قالی، امیدوارم دار قالی رو اینجا به دانگی و بتونه رد کنه دار رو. باری کلم این چون کار دکور رو اینا میکنه. آره کلی کار هنری بلده، تدوین میکنه، گرافیک بلده، بهش نمیخوره این سفله. خیلی باعث یه هنرمند اینجوری بتونه این مراحل رو بره، یه ذره عجیبه. اینجا اونجا وزن باید کنه، اینجا قدرت دست میخواد واقعا. خیلی زیاد بایستم ولی باری کلنگ کنم اینجا هم رفت. علی آقا آفری، تشویق کنید علی رو. خب همونطوری که دیدید من تو آیتم 3 نتونستم ادامه بدم، افتادم تو آب. به نظر من باید این آیتم رو من تک دست رد میکردم، یعنی همون قلق صخره نوردی تکی تکی من اینا رو باید رد میکردم. اشتباهی که کردم این بود که جفت دست رفتم و به خاطر اون تابی که این آیتم به آدم میداد و اصلا نمیشد جلوی تابش رو گره، خیلی از من زمان بگیره اون بالا، یه دستام خسته بشه و بیفتم تو آب. اما همینجوری که میبینید این آیتم رو تو بک استیج گذاشته بودن و من تک دست امتحانش کردم و تک دست تونستم ردش کنم. دیگه زمان رو نمیشه برگردون به عقب. خبر خوب اینه که به دلیل اینکه اکثر شرکت کننده ها تو آیتم 2 افتادن، صعود کردم به مرحله نیمه نهایی و باید تا مرحله نیمه نهایی کلی تمرین کنم تا بتونم تو مرحله نیمه نهایی اتفاق خیلی بهتر رقم بزنم. تو این مرحله یکم بدشانسی هم آوردم و همون حرفی هم که اول ویدیو زدم، پلن دارم تو مرحله نیمه نهایی یه گرافیتی هم رو استیج بزنم برای اولین بار تو صدا و سیما. دیگه رسیدیم به آخر ویدیو، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید که دیگه چه عالی. اگه هم نظری داشتید تو کامنت برام بنویسید. برو بریم به مرحله نیمه نهایی.